سرخط مهمترین خبرها. میزبانی سازمان ملل از سومین نشست دوحه درباره افغانستان. این نشست تا کمتر از 40 روز دیگر و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان برگزار می شود. نشست نمایندگان ویژه در مورد افغانستان از سوی سازمان ملل در 3 جون و 1 جولای در دوحه ترتیب داده می شود. حضور میلیونی ایرانیان در مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی. سران دهها کشور هم در یک مراسم رسمی بر پیکر رئیس جمهوری فقید ایران ادای احترام کردند. همونطور که اشاره کردید، ما شخصیت برجسته ای را از دست دادیم. برادر بسیار خوبی بود، مسئول کارآمد و با کفایت و صمیمی. و بر پایه نمایشگاه کتاب در زندان پلچرخی کابل، معاون سیاسی نخست وزیر هنگام بازدید از این نمایشگاه گفت زندان جای اصلاح است نه شکنجه. زندان او توقیفخانه باید شکنجه او روڑولولو مرکزون نوی، دا باید اصلاح او پوه مرکزون نوی. زموج زندانون باید دیو مدرسه او خونزه دن در ترسر رکڑی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. بیننده های عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از تلویزیون تمدن. و حالا هم مشروع خبرها. سومین نشست دوحه درباره افغانستان تا کمتر از 40 روز دیگر برگزار می شود. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفته هدف از برگزاری این نشست افزایش تعامل بین کابل و جهان است و از هیئت کابل نیز به گونه رسمی در این نشست دعوت شده. پیشتر مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر، اما گفته بود در صورت در این نشست شرکت می کنند که شرایط و موقف کابل از سوی سازمان ملل پذیرفته شود. افغانستان محور بحث کشورها و سازمانهای بین المللی از جمله سازمان ملل، معتبرترین نهاد جهانی که قرار است تا کمتر از 40 روز دیگر برای سومین بار در یک سال گذشته نشستی را درباره افغانستان میزبانی کند. در اینجا هم استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، گفت افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم یکی از اهداف سومین نشست دوحه می باشد. نشست نمایندگان ویژه در مورد افغانستان از سوی سازمان ملل در 3 جون و 1 جولای در دوحه ترتیب داده می شود. هدف این نشست افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به شیوه منسجم، هماهنگ و ساختارمندتر است. دوجاریک با اشاره به سفر معاون دبیر کل این سازمان به افغانستان و دیدار او با مقامهای کابل تأکید کرد که از کابل نیز در این نشست به گونه رسمی دعوت شده. روزماری دیکارلو، معاون دبیر کل در امور سیاسی و صلح، از 18 تا 21 می از افغانستان دیدن کرد و از امیرخان متقی پیشاپیش دعوت کرد تا در نشست آتی فرستادگان ویژه شرکت کند. آن طرف آگاهان سیاسی معتقدند که سازمان ملل می‌خواهد پروژه نیمه تمام دولت سازی را تمام کند و به دنبال یافتن راه حل سیاسی برای مشروعیت بخشی به کابل است. به گفته آگاهان سیاسی، واشنگتن نظر به تقابل با مسکو در صدد برجسته سازی موضوع به رسمیت شناختن کابل است. سازمان ملل در نظر دارد که پروژه ناتمامی دولت سازی یا توافق سیاسی در افغانستان را پیگیری بکنه به یک نتیجه برسانه. این تلاش هایی که سازمان ملل در دوحه شروع کرده، هدفشان اینه که یک راه مشروعیت برای دولت امارات اسلامی ایجاد بکنه که زمینه های شناسایی
امارات را از سوی کشورهای بیرونی و تغییر در سیاست ها را در داخل افغانستان مساعد بسازد. بعد از سفر پوتین به چین، انصافا آمریکا علاقه داره که طالبان رو بیشتر به سوی رسمیت نزدیک بکنه و به هر صورت این چیزی است که آمریکایی ها میخواهند. بنابراین سازمان ملل تحت فشار آمریکایی ها تلاش میکنه که زمینه های منطق بخشی یا منطق سازی برای به رسمیت شناسی طالبان را در واقع بیشتر عینی کنه. سازمان ملل در حالی از کابل برای شرکت در سومین نشست دوحه دعوت کرده که پیشتر مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر گفته بود اگر شرایط و موقف حکومت کنونی در نشست بعدی پذیرفته شود هیئت کابل در آن شرکت خواهد کرد. شماری از فعالین اجتماعی در کابل برای دادخواهی به سیلاب زدگان غور نشست خبری برگزار کردند. طبق گزارش ها دست کم 100 نفر در پی سیلاب های اخیر این ولایت جان باخته و منار تاریخی جام در معرض فروپاشی قرار گرفته. همزمان از غزنی نیز گزارش شده که چندین اثر باستانی در پی سیلاب های اخیر تخریب شده. وزارت اطلاعات و فرهنگ ما گفته است تلاش ها برای جلوگیری از تخریب آثار باستانی جریان دارد. این تصاویری از سیلاب های مرگبار ولایت غور، سیل ویرانگر که جان ده ها نفر را گرفته و خسارات هنگفتی نیز بر جای گذاشته است. از جمله این منار تاریخی جام که در پی نفوذ آب در خطر سقوط کامل قرار گرفته. سازمان هایی که در بخش فرهنگی، در بخش آبداد تاریخی کار میکنند، امارت اسلامی افغانستان، همه اینها، سازمان جهانی یونسکو که این منار ثبت سازمان جهانی یونسکو هم هست، حداقل خاموش نمانند در این وضعیت. اگر واقعا شما میایین کار بشر دوستانه میکنین، هویت بشر را بیاین حمایت بکنین. نه تنها غور که در غزنی نیز چندین اثر باستانی در پی بارندگی های اخیر تخریب شده است، موردی که زنگ خطر را برای تخریب ده ها آبده تاریخی دیگر به صدا در آورده. شهر تمدن است، نه پایتخت اسلامی است. یه خوب باید که پخته جور میشد جمعش کاشی میشد. نه با این حال سیلاب های اخیر دست کم 5 ولایت کشور را به شدت متاثر ساخته. اینجا شمار از فعالین اجتماعی در کابل برای دادخواهی به سیلاب زدگان غور نشست خبری برگزار کردند. میگویند سیلاب زدگان غور فراموش شده و تا کنون هیچ کمکی به آنان صورت نگرفته. همه راه های مواصلاتی و ارتباطی قطع هستند و زنان و کودکان در کوهستانات سرد بدون سرپناه به سر میبرند. متاسفانه به اثر سیلاب آسیب دیدند خانه های مردم، اکثرتشون تخریب شد و دار و ندارشون کاملا از بین رفت. دکانهایشون کاملا، کسایی که دکان داشته کاملا از بین رفت. حتی می لحظه در قرا اقصابات که مردم با شدید به آب نیاز دارن، به غذا نیاز دارن، به دارو نیاز دارن، اما متاسفانه تا اکنون هم به صورت جدی رسیدگی نشده. در اینجا همچنین گفته شد دست کم 100 نفر در نتیجه سیلاب های اخیر غور جان باخته، 150 تن دیگر زخمی شده و حدود 9000 خانه مسکونی و 3000 دکان تخریب شده است. به تعداد 100 نفر در ولایت غور و ولسوالی های مربوطش تلفات جانی داشتیم. به تعداد 150 نفر کم و بیش ما در ولایت غور و ولسوالی اطراف زخمی دادیم که تا هنوز هیچ نوع کمکی و هیچ نوع همکاری صورت نگرفته. مردم غور که او چیزی را که داشتن و نداشتن از بین رفته، سرمایه از بین رفت، دکان از بین رفت. همزمان با این نشست اینجا هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر در جریان بازدید از نمایشگاه کتاب از مؤسسات بین المللی خواست که در جهت رسیدگی به سیلاب زدگان افغانستان همکاری کنند. زرگون کورنه متضرر شوی کورونا، زرگون هکتار کرنیز زمکی او باغون ویجار شوی، تاسیسات لمنزت للی، مواشی طلب شوی دی او سلگون هیوادوال مو شهیدان شوی، لمرستندوی کورنه او بحرنه ادارو او شتمن هیوادوالو سخا یو زلبیا غوارم شهر سزر دیل متضرر و کورانه سره مرستی وکړي.
این در حالی است که شماری از نهادهای بین المللی نیز نسبت به وضعیت سیل‌زدگان در افغانستان هشدار داده و گفته برای کمک‌های فوری به آنان به 14 میلیون دلار نیاز است. برنامه جهانی غذا همچنین تأکید کرده که سرازیر شدن سیلاب گرسنگی را در افغانستان تشدید کرده. همزمان با تشدید مخالفت‌های جهانی با اشغالگری‌های رژیم اسرائیل قرار است اسپانیا، ایرلند و نروژ هفته آینده به صورت رسمی کشور فلسطین را به رسمیت بشناسد. مقام‌های این کشورها تاریخ اعلام شناسایی فلسطین را 8 جوزا اعلام کردند. جنبش حماس و تشکیلات خودگردان گفتند تصمیم سه کشور اروپایی یک نقطه عطف است. وزارت خارجه فلسطین هم خواستار اقدام مشابه در شناسایی کشور فلسطین از سوی دولت ها شد. و حالا هم بیننده چند خبر کوتاه باشید. مجمع محبان اهل بیت با صدور پیام تسلیت در گذشت رئیس جمهور اسلامی ایران و همراهانش را در نتیجه یک سانحه هوایی المناک و متاثر کننده خوانده و آن را به مقام رهبری جمهوری اسلامی و مردم ایران تسلیت گفته است. در این پیام خدمات رئیسی نه تنها برای ایران بلکه برای جهان اسلام ارزشمند توصیف شده و آمده که ایشان خدمات شایان را برای رشد و ترقی ایران و اتحاد کشورهای اسلامی انجام داد. کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در نشست دو روزه‌شان در آستانه پایتخت قزاقستان در مورد اوضاع افغانستان گفتگو کردند. رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به پیامدهای تغییرات اقلیمی و سیلاب‌های اخیر گفته وضعیت افغانستان به توجه دقیق نیاز دارد و بر ادامه تلاش‌ها برای جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان تاکید کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه پاکستان در این نشست گفت کابل باید گام‌های در راستای مبارزه با تروریسم، رعایت حقوق شهروندان و سیاست همه‌شمول بردارد. وزارت معادن و پترولیم اعلام کرده که بازرگانان ترکیه علاقمند سرمایه گذاری روی معادن افغانستان به ویژه معدن سنگ مرمر قندهارند. بازرگانان ترکی این موضوع را در دیدار با شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم مطرح کردند. آقای دلاور در این دیدار اطمینان داده که مطابق قانون و طرز العمل این وزارت با بازرگانان ترک همکاری خواهد کرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان امروز چهارشنبه اعلام کرد که 665 مهاجر افغان در دو روز گذشته به گونه اجباری از پاکستان اخراج و از طریق گذرگاه ترخم به کشور برگشتند. این وزارت گفته برای مهاجرین برگشته به کشور کمک‌های نقدی توزیع شده است. به گفته وزارت مهاجرین این افراد جهت دریافت کمک به نهادهای بین‌المللی معرفی شدند. بودجه سال مالی 1403 پس از بررسی همه جانبه از سوی رهبری حکومت توشیح شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت میگوید در این بودجه نیازها و اولویت‌های مردم در نظر گرفته شده و به گونه شفاف به مصرف خواهد رسید. هرچند مقدار و جزئیات این بودجه اعلام نشده، اما برخی آگاهان اقتصادی میگویند پروژه‌های دارای اولویت و اشتغالزا در بودجه انکشافی باید در نظر گرفته شود. ذبیح الله شریفی گزارش می‌دهد. توشیح بودجه سال مالی 1403 بودجه که مانند سال گذشته از عواید داخل تهیه و پس از بررسی همه جانبه توسط رهبری حکومت توشیح شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت مقدار و جزئیات این بودجه را اعلام نکرد، اما گفت مقدار آن نسبت به سال قبل افزایش یافته. وی افزود که وزارت مالیه بودجه سال جاری را در دو بخش عادی و انکشافی تنظیم و از آن به گونه شفاف نظارت خواهد کرد. که بودجه از عواید ملی افغانستان و دست میای و پس به مصرف میرسد. این را هم باید تصریح بکنیم که روند مصرف بودجه هم در بخش عادی و هم در بخش انکشافی نسبت به سال گذشته اضافه تر در نظر گرفته شده و بیشتر خدمات انکشافی انشاءالله در این بودجه اجرا خواهد شد و انجام خواهد شد. حکومت تاکنون معلوماتی در مورد مقدار بودجه و نحوه اختصاص آن به بخش‌های مختلف را ارائه نکرده، اما آنچه که از دید آگاهان اقتصادی اهمیت بیشتر دارد بودجه انکشافی است. ضروری ترین رقم که در لحاظ انکشافی بسیار ضرور است و مورد مطالعه قرار بدن و او را تطبیق بکنن
تا او مناطق او ساعت را که میتونه تاثیر وارد کنه بالای کار، بالای درآمد و بالای فقر زدایی. یعنی مانا داره در صورت که اگر بودجه انکشافی افغانستان رو سوی حرکات تولیدی حرکت بتن و تاثیر وارد کنه بالای جی دی پی، من فکر میکنم که این یکی از خوبترین بودجه ها باشه. انکشاف متوازن و مستفید شدن ساکنان تمامی ولایات و مناطق کشور از پروژه های انکشافی به گونه یکسان از دیگر موارد مهم در این زمینه گفته شده. آگاهان میگویند با توجه به اینکه بودجه کشور از عواید داخلی و پرداخت مالیات مردم تامین می شود، نیاز است که همه شهروندان از آن مستفید شوند. معیار حتما باید در نظر گرفته شود. بحث انکشاف متوازن هستند و انکشاف متوازن نشان دهنده این است که این انکشاف و این بهبودی که در سطح کشور ایجاد می شود، باید از این بهبود و از این انکشاف تمام مردم افغانستان باید مستفید شود و برای زنان بهره مندی داشته باشد. علی‌رغم که مقدار بودجه انکشافی نسبت به سالهای گذشته محدود گفته شده، با آن هم کار برخی پروژه های انکشافی در ولایات مختلف با تفاهم بین حکومت و بخش خصوصی جریان دارد، از جمله ساخت و ساز جاده ها. نمایشگاه دروزه کتاب در زندان پل چرخی کابل به کارش پایان داد. در این نمایشگاه حدود 400 عنوان کتاب در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده بود. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر هنگام بازدید از این نمایشگاه گفت زندان جای شکنجه نیست، بلکه جای اصلاح، تغییر و آموزش است. عزیز الله وحدت جزئیات می‌دهد. افتادن به زندان به تصور شمار شاید رفتن به بیراهه و پیوستن به دسته های جنایتکار باشد، اما برای کسانی مثل حبیب الله تیموری چنین نیست. حبیب الله که از چندی به این سو در زندان به سر میبرد، چندین جلد کتاب خوانده و چند حرفه دیگر را نیز فرا گرفته. ما خودم دکتر هستم و فعلا هم بندی که هستم سرمی جنجال هستم. مگم فضل خدا از وقت زندان آمده این مهارت کسب ویرنکاری موتر، کپیکشی موتر، رنگمالی موتر همیجا یاد گرفتیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ برای اولین بار پس از روی کار آمدن حکومت جدید اینجا در زندان پلیچرخی نمایشگاه کتاب برگزار کرده. نمایشگاهی که در آن حدود 400 عنوان کتاب در بخش‌های مختلف به نمایش گذاشته شده. معاون سیاسی نخست وزیر هنگام بازدید از این نمایشگاه گفت زندان‌ها باید به مکان اصلاح، تغییر و آموزش تبدیل شود. زندان او توقیفخانه باید اشکنجه او روڑاولول و مرکزون نوی، دا باید اصلاح او پوه مرکزون نوی. زموج زندانون باید دیو مدرسه او خونزه دند ترسر رکدی. هر زندانی چره دی زای خلاصی گی دو طولن دی اصلاح او پلاح لپاره کار وکدی. به حقی دا وکا ولی سوال چه دی کتاب دی لوستن سلسله ما بندیانو تهم راور سوی او پا دی حق لکی دی زیاد کتابون توضیح کری دی. مسئولان اداره تنظیم امور زندان ها نیز می گویند در تمام زندان های کشور زمینه آموزش و فراگیری مهارت های نجاری، فلزکاری، قالین بافی و سایر مهارت ها فراهم شده. الحمدلله فی الحال چمنګ پټول ولایتونه کې مرکز کې د محبوسینو لپاره حرفوی زده کړې شته. دلته نجاری او فلزکاری او قالین بافی و غیره د غاس نور شین تر حیاتی او د شین پوری رازو بخش دی اوناسته چې ډېر فوکس هم پکېږي. اوناسته وکړه الحمدلله د موږ سره چې څومره دی د مدرسې او د مکتب او دوی لپاره کودکستان او د وړو ماشومان لپاره اکثره چې دوی سره دی دغه لپاره د مکتب ترتیب او دلته ډېر کسانو کسب زده کړی دی، یو څه کامل زده کړی دی. موږ خپله شخصا زه خپله حفظ مې الحمدلله ډېر حفظ مې کړی دلته. در روزهای گذشته چندین نمایشگاه کتاب در گوشه و کنار کشور برگزار شده. در جامعه ای که کتاب و کتابخانی هنوز غریب است، دیده شود که برگزاری چنین نمایشگاه ها چقدر تأثیر مثبت در جامعه میگذارد. رهبر انقلاب اسلامی ایران در مراسم تشییع رئیس جمهور این کشور بر پیکر ابراهیم رئیسی و همراهان او نماز اقامه کرد. ده ها مقام ها و هیئت های دیپلماتیک کشورها هم در مراسم رسمی بر پیکر آقای رئیسی و همراهان او ادای احترام کردند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای در دیدار با شماری از مقام های خارجی شرکت کننده در این مراسم تاکید کرد آقای رئیسی مسئول کرامت و با کفایت بود. سازمان ملل نیز به خاطر یاد
بود از مقام های جانباخته ایرانی پرچم خود را به حالت نیمه برافراشته درآورده. حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور این کشور و هیئت همراه او در تهران، از اقشار مختلف جامعه حتی خاخام‌های یهودی این کشور نیز در این مراسم حضور یافتند. حضور چهره‌های مقاومت منطقه نیز از اتفاقات ویژه این مراسم است، از جمله حضور معاون رهبر حزب الله و رهبر سیاسی حماس. ليس فقط بالاقوال ولكن ايضا بالافعال. حمایت‌های آقای رئیسی از مردم فلسطین و غزه تنها در حرف نبود، ایشان در عمل هم پیگیر احقاق حقوق مردم فلسطین بود. رئیس جمهوری الشهید سماحت السيد رئیسی. آقای رئیسی یکی از عالمان محور مقاومت بود و حمایت‌های او از مقاومت در شرایط و مناسبات منطقه تأثیرگذار بود. جهت اقامه نماز بر پیکر سید. و اینجا حضور رهبر انقلاب اسلامی ایران در این مراسم در دانشگاه تهران. و اقامه نماز بر پیکر رئیس جمهور و هیئت همراه او. و اینجا دلجویی رهبر انقلاب اسلامی از فرزندان جانباختگان سانحه هوایی در آذربایجان شرقی. پس از اقامه نماز، مراسم تشییع ابراهیم رئیسی از دانشگاه تهران تا میدان آزادی تهران برگزار شد با همراهی خیلی عظیمی از مردم. تو این دور زمانی که ریا نیرنگ زیاده و هر کسی با کلمات میتونه بازی کنه، ایشون با کارش نشون داد که میشه به این مردم خدمت. حال ما در این مصیبت کمتر از یعقوب نیست. اون پسر گم کرده بود و من پدر گم کردم. در همین حال سران و هیئت‌های دیپلماتیک 68 کشور در این مراسم رسمی بر پیکر رئیس جمهور، وزیر خارجه ایران و همراهان آنان ادای احترام کردند. در مراسمی که سران قطر، تونس، ترکمنستان، تاجیکستان، ارمنستان، عراق، پاکستان، گرجستان، جمهوری آذربایجان و رؤسای مجلس روسیه، عراق، الجزایر، ازبکستان، قزاقستان و لبنان حضور داشتند. معاون نخست وزیر و سرپرست وزارت خارجه کشور هم در این مراسم شرکت کردند. ده ها وزیر خارجه کشورهای خارجی هم در این مراسم حضور یافتند. شماری از مقامات کشورهای خارجی شرکت کننده در این مراسم با رهبر انقلاب اسلامی ایران هم دیدار کردند. ما شخصیت برجسته‌ای رو از دست دادیم. برادر بسیار خوبی بود. مسئول کارآمد و با کفایت و صمیمی و جدی بود در کشور. و در ادامه واکنش‌های جهانی، رئیس جمهور روسیه از آقای ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید ایران، به عنوان شریک قابل اعتماد یاد کرد. او واقعا یک شریک قابل اعتماد بود، مردی که از خودش مطمئن بود و در راستای منافع ملی عمل میکرد. او مرد حرفش بود و همیشه کار کردن با او خوب بود. منظور من این است که اگر ما در مورد چیزی به توافق رسیدیم، میتوانستیم مطمئن باشیم که توافق انجام میشود. سازمان ملل برای یادبود از مقام‌های ایرانی جانباخته پرچم خود را به حالت نیمه برافراشته درآورد. با حضور نمایندگان ایران در این سازمان. کارگاه آموزشی کارآفرینی با ابتکار دانشگاه خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم شعبه غزنی و مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان در شهر غزنی برگزار شد. مسئولان میگویند هدف از راه اندازی این برنامه تبادل تجربیات، بیان راهکارها جهت نوآوری در نظام آموزشی نهادهای تحصیلی و تشویق جوانان به ایجاد خلاقیت در راستای گسترش فرهنگ اشتغالزایی و کار آفرینی می باشد. کارگاه آموزشی خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی با شرکت دهاتن از اساتید دانشگاه، دانشجویان و مسئولان حکومتی در اینجا سالن اجتماعات دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی برگزار شد.
این برنامه سوی مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان و دانشگاه خاتم النبیین شعبه غزنی راه اندازی شده است. هدف این برنامه تشویق نهادهای تحصیلی برای خدمات بهتر و ترغیب جوانان برای ماندن در کشور می باشد. کارآفرینی راه و شیوه برای بازگشت مغزها در یک جامعه است. هرگاه می خواهیم از فرار مغزها جلوگیری کنیم، بحث کارآفرینی را به عنوان یک بحث اساسی در جامعه خود ترویج، معرفی و راه اندازی کنیم. این حرکت با استقبال کارشناسان و دانشجویان نیز مواجه شده است. آنان با تاکید بر تداوم چنین برنامه‌ها بر ایجاد دانشکده‌های کارآفرینی تاکید می‌کنند. ما باید در نصاب‌های درسی خود تغییر ایجاد نماییم. امروزه در دنیا که مبتکر پوهنتون‌های نسل سوم ژاپن می‌باشد، پوهنتون به نام کارآفرین داریم. پانزه به نام کارآفرین داریم، رشته های به نام کارآفرین داریم. آنگاه است که مجیب تغییر و تحول در جامعه می شود. چه قسم باید ما کارآفرین باشیم، چگونه از خلاقیت های خود استفاده کنیم و این سمینار ها برای شاگردان خیلی کمک می کنه که خودشان کارآفرین باشند و از خود خلاقیت و مهارت نشان بدن. مسئولان میگویند کارآفرینی برای جوانان و نیروهای تحصیل کرده وظیفه دولت است و برای تحقق این مهم تلاش های روی دست گرفته شده است. دلته خو موږ او تاسو دی افغانستان وګړي یو او په افغانستان کې اوسو پر دې دولت باندې حق لرو او په دې امارت باندې حق لرو چې امارت مو تاسو ته د کار زمينه مساعده کې او په دې کې موږ او تاسو کار وکړو او اولادینه مستفید سو ځکه کور مدلې د فامیل مدلې د حق ور باندې لرو چې دې موږ ته په هر بخش کې دی کار زمینه مساعده. برنامه های از این دست در حال برگزار می شود که همه ساله هزاران جوان از دانشگاه های کشور فارغ شده و به دلیل نبود اشتغال راه مهاجرت را در پیش می گیرند. ریاست زراعت هرات از کاهش محصولات زعفران طی سال گذشته خبر داد. خشکسالی و کاهش بارندگی یکی از عوامل کاهش محصول زعفران در این ولایت گفته شده. اتاق تجارت هرات هم با تایید این خبر گفته در سال گذشته تنها 330 کیلوگرم زعفران به خارج کشور صادر شده است. زعفران یا طلای سرخ افغانستان در سالهای پسین به یکی از پردرآمدترین منبع عایداتی کشاورزان تبدیل شده. در اینجا هرات اما محصولات زعفران در سال گذشته کاهش چشمگیری داشته. خشکسالی عمده ترین دلیل کاهش محصولات زعفران عنوان شده. ریاست زراعت هرات میگوید سال گذشته زعفران هرات کاهش داشت، اما بارندگی های امسال خوشبینی ایجاد کرده. کاهش داشته نمونتا چون سطح کش بسیار بلند بود، تقریبا بین 20 تا 25 تن تولید ما سال گذشته بوده که خوشبختانه امسال بارندگی بسیار خوبی داره که در زمستان و بهار داشتن. اتاق تجارت هرات هم میگوید سال گذشته کمترین میزان صادرات زعفران را به خارج از کشور داشته. در سال 1402 از هرات تنها 330 کیلوگرم زعفران به خارج کشور صادر شده. سال 1402 با 330 کیلوگرم صادرات به مجموع دلاری 455 هزار دلار از حوزه هرات ما صادرات داشتیم. متاسفانه با بارندگی کمی که در سال گذشته بود ما شاهد کاهش زعفران داشتیم. امسال اما ریاست زراعت، کشاورزان و زعفرانکاران هرات نسبت به بارندگی های اخیر خوشبین بودن. میگویند زمین های خشک و تشنه هرات با سراب شدن از باران قابلیت فراوانی برای ارائه این محصول دارند. به خاطر اینکه قیمت زعفران مال یک کیلو در بازار محلی بین 120 تا 130 هزار افغانی و علاقه مندی زارین بسیار زیاده و سطح کشت هم بسیار بلند رفته، امسال ما پیش بینی میکنیم که تولید زعفران در هرات به اساس بارندگی ها و به اساس علاقه مندی زارین ما بی حد بیشتر شد، بیش از 30 تن ما تولید ما امسال خواهد بود. خیلی انشاءالله نسبت به سالهای قبل بالاتره. یعنی نظر به که ما میگیم انشاءالله امسال عایدات ما باید بیشتر باشه نظر به سالهای دیگه از برداشت ما. گل زعفران دیگه، پیاز زعفران، چون امسال بارندگی هایی که کرده اینا خیلی انشاءالله مفیده.
هرات مرکز زعفران کشور به شمار می رود و خرید و فروش آن به یکی از مشاغل پردرآمد در این ولایت تبدیل شده است. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. میزبانی سازمان ملل از سومین نشست دوحه درباره افغانستان. این نشست تا کمتر از 40 روز دیگر و با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان برگزار می شود. نشست نمایندگان ویژه در مورد افغانستان از سوی سازمان ملل در 3 جون و 1 جولای در دوحه ترتیب داده می شود. حضور میلیونی ایرانیان در مراسم تشییع پیکر ابراهیم رئیسی. سران ده ها کشور هم در یک مراسم رسمی بر پیکر رئیس جمهوری فقید ایران ادای احترام کردند. همونطور که اشاره کردید، ما شخصیت برجسته‌ای را از دست دادیم. برادر بسیار خوبی بود، مسئول کارآمد و با کفایت و صمیمی. و بر پایه نمایشگاه کتاب در زندان پلچرخی کابل، معاون سیاسی نخست وزیر هنگام بازدید در نمایشگاه گفت زندان جای اصلاح است نه شکنجه. زندان او توقیفخانه باید شکنجه او روڑاولولو مرکزون نوی، دا باید اصلاح او پوه مرکزون نوی. زموج زندانون باید دیو مدرسه او خونزه دند ترسر کردی. برنده های عزیزین، بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. وقت بخیر.